هیچ تصویری از سرنشینان نگونبختی که در این آبها غرق شدند وجود ندارد. این تصاویر هم آرشیوی هستند، از پناهجویانی که خوششانس‌تر بودند. اما برای یک مرد و زن ایرانی و سه کودک آنها این پایان راه بود. 15 سرنشین دیگر قایق نجات داده شدند، اما هر 4 قربانی و یک نوزاد مفقود الاثر همه از یک خانواده بودند. خانواده ایران نژاد. نام همسر و پدر رسول، اهل سردشت در کردستان ایران. حکایت رسول و خانوادهش و آنچه زندگی آنها را در آبهای فرانسه پایان داد هنوز روشن نیست. برادر رسول در ایران علی از پیش زمینه ماجرا به بی بی سی فارسی شرح مختصری می دهد. 17 مرداد برادرم ایران رو ترک کرد. 5 نفر بودن. رفتن ترکیه. از اونجا مستقیم به ایتالیا رفتند. بعد به فرانسه. میخواستم برم بریتانیا. دیشب تا ساعت 1:30 شب با یکی از آشناها در انگلیس در ارتباط بودیم. گفتن خانواده 5 نفره از روستای ما غرق شده. گفتم برادر ماست. خیلی هزینه کردن برای این سفر. نمیدونم دقیقاً چقدر. گفت از فرانسه تا بریتانیا 200 میلیون تومان هر نفر میگیرن. کسی از سرنوشت پسر 15 ماهشون خبر نداره. یکی میگه زنده است، یکی میگه غرق شده. اینجا خانواده خیلی ناراحت و نگرانند. پدر و مادر و خواهرام شیون میکنند. رسول و خانواده‌اش جزو هزاران نفری بودند که به امید یک زندگی بهتر در سرزمینی دیگر دل به دریا میزنند. ولی دریایی که رسول و خانواده‌اش را تعمه خود کرد متلاطم بود و قایقی که آنها را به مقصد سواحل انگلستان میبرد نه چندان مطمئن. تا اونجایی که من فهمیدم اونا 7 کیلومتر با ساحل فاصله داشتند. ولی اصلا نمیفهمم چرا این قایق که یک قایق عادی ماهیگیری بود توی آب برگشت. نجات یافتگان احتمالاً بعداً لحظات وحشت‌آور واژگونی قایق را شرح خواهند داد و شاید هم توضیح دهند که چرا هر 4 همراه جان باخته آنها و نوزادی که هنوز یافت نشده از یک خانواده بودند. از اول امسال حدود 7400 پناهجو از این آبها عبور کردند و خود را به سواحل انگلستان رساندند. حداقل 2 نفر هم در این راه جان خود را از دست دادند. اما رخداد دیروز بزرگترین فاجعه پناهجویی در این آب هاست. نخست وزیر بریتانیا پیام همدردی فرستاد و گفت مشکل و مقصر اصلی قاچاقچیان انسان هستند. کسانی که برای دریافت پول پناهجویان را به دام خطر و گاهی به کام مرگ می کشانند. اواسط سال گذشته تعداد پناهجویانی که کوشیدند خود را در یک مقطع 3 ماهه به سواحل انگلستان برسانند از 600 نفر تجاوز نمی کرد. اما این رقم در دوره مشابه امسال سر به هزاران نفر می زند. دولت بریتانیا نمی خواهد بمانند استرالیا در یک دوره با اخبار ناگوار کسانی مواجه شوند که می کوشند خود را به این کشور برسانند. از این رو گفته شده که مانند استرالیا قصد دارد پناهجویان را به جای نگهداری در خاک بریتانیا به 2 جزیره دوردست در اقیانوس اطلس بفرستد. راه حل‌های زیادی برای جلوگیری از فجایعی مانند آنچه دیروز رخ داد پیشنهاد شده. هیچ راه حل ایدئالی وجود ندارد. برای رسول و خانواده‌اش هم که همه چیز تمام شده، هیچ راه حلی وجود ندارد. سیاوش اردلان، بی بی سی. ساعتی پیش متن چت‌های همسر رسول ایران نژاد به دست ما رسید که ظاهراً برای کسانی که در بریتانیا منتظر این خانواده بودند فرستاده شده. در این چت‌ها او یک روز قبل از این سفر نافرجام نوشته: میدونم خطر داره اما چاره‌ای نداریم. اگه بخوایم با کامیون بریم باید پول زیادی داشته باشیم که ما نداریم. ظاهراً اشاره به اینکه قاچاقچیان انسان از آنها پول بیشتری برای سفر زمینی می‌خواستند. او در قسمت دیگه‌ای از این چت نوشته: من خودم 1000 قصه توی دلم دارم. دوست دارم از ایران که خارج دم کلن گذشتم رو فراموش کنم. همونطور که در گزارش سیاوش اردلان هم دیدید، این خانوم همراه همسر و 2 فرزندش جانشان را در آبهای سرد کانال مانش از دست دادند و از سرنوشت نوزاد 15 ماهه آنها هم هنوز خبری نیست. اما مسعود از اردوگاه پناهجویان نپیر در شهر فاکستون در جنوب بریتانیا به ما پیوسته. آقای مسعود، شما از همین کانال مانش عبور کردید. ابتدا از تجربه خودتون به ما بگید. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و تمام فارسی زبانان که این برنامه رو می‌بینن. در درجه اول باید تسلیت عرض کنم خدمت همه هموطنا به خاطر این واقعه. پس امروز ما واقعا حال خیلی بدی داریم. اتفاق غم انگیزی بود. این واقعه رو فقط کسانی که تو این مسیر اومدن میتونن درک کنن
و با هیچ کلمه‌ای نمیشه به تصویر به اینو توضیح داد. خدمت رو عرض کنم که خیلی وضعیت اونجا بیقانون بود، البته همه چی دست قاچاقبرا بود، مجبور بودیم مطیع امر قاچاقبرا باشیم. ما ساعت‌های حدودش روزی که اصطلاحاً این سفر بین مرز کشورها میخواد انجام بشه بهش گیم زدن میگن، ما برای گیم زدن از خاک فرانسه به سمت خاک انگلستان میخواستیم گیم بزنیم، باید از بعد از ظهرش توی یه منطقه نزدیکتر به ساحل اونجا پنهان میشدیم و تا نیمه شب موقعی که هوا تاریک میشد و اون موقع باید به نقطه دیگه میرفتیم، اونجا نزدیکتر بود به ساحل یه چیزی حدود 200 متر. بعد نیمه شب قایق میومد، شبونه باید تو تاریکی قایق رو سرهم میکردیم، هیچ وسیله حفاظتی اونجا ما نداشتیم، قاچاقبرا ما رو مجبور میکردن چون سه نصف شب خیلی اونجا ترسناک و وحشتناک بود، کسی حق برگشتن نداشت، اگر کسی برمیگشت اصطلاحاً گیم برگشت میخورد و کل هزینه و همه چی ضرر حساب میشد و قاچاقبرا حتی به زور اسلحه هم شده مانع برگشت خوردن این گیم ها میشدن و به هر زور و ترفندی بود باید همه مسافرها سوار میشدن و به سمت یک نوار قرمز عمودی که در بندر دوور مشخص بود باید به اون سمت حرکت میکردن. این قایقا اصلا امنیت نداشتن، ما یک قایق 4.5 متری داشتیم، 17 نفر سوار اون قایقا بودیم، یک خانم اریتریه حامله تو قایق ما بود، یک پیرمرد ظاهرا ناراحتی قلبی هم داشت، من بیشتر نگران اون خانم حامله بودم، خیلی ترسیده بود، هممون ترسیده بودیم. قایق ما قشنگ تو سطح آب بود، یه موج که میزد بالا آب قشنگ میومد تو قایق و مجبور بودیم با یه ظرف پلاستیکی آب خالی کنیم، انقدر همه ترسیده بودن، هیچکی نمیدونست باید چی کار کنیم، فقط حواستمون به اون نور قرمز بود. در طول مسیرم بودن قایق‌های ماهیگیری که اطراف یهو ما رو میدیدن میومدن اذیت میکردن، دور ما میچرخیدن و اصطلاحاً به ما موج میدادن و این موج خیلی ترسناک بود، تاریکی شب بود. ما شانس آوردیم که گارد ساحلی بریتانیا اومد ما رو نجات داد، ولی متاسفانه شرایط در بندر کاله اصلا به نفع مهاجرا نیست، اونجا هیچ صاحب هیچیتون نیستید، موبایل رو ازتون میگیرن یا مجبورت میکنن موبایل رو بندازی تو آب، حق نداری با خودت موبایل ببری چون نقطه هایی که رفتی احتمال اینکه لوکیشناش در بیاد هست، بعد نمیتونی چیز با ارزشی با خودت ببری، اگر هم از ببینن ازت میگیرن. خدمتتون عرض کنم اصلا هر چقدر من بگم نمیشه اتفاقاتی که اونجا میفته رو توضیح بدم چون حتما باید اونجا باشید و اونجا شرایط و کسی که اونجا بودن میتونن درک کنن، ولی متاسفانه بابت خبر امروز من واقعا از تو حالا خیلی ناراحتم چون دقیقا همون شرایط نزدیک بود برای ما پیش بیاد. متشکرم آقای مسعود، ممنون از این که تجربتون رو با ما به اشتراک گذاشتید. امیدوارم میونه کلام ببخشید، امیدوارم که کسی دیگه از این راه نیاد چون واقعا خطرناکه. ممنون از شما آقای مسعود، پناهجوی ایرانی. و ویکتور سکویسپانیگو مدیر پروژه در مرکز پناهجویان کاونتری از همین شهر با ماست. خانم آقای بانیگو، فکر میکنید که علت ادامه این بنبست در منطقه کاله و عدم یافتن یک راه حل برای این مسئله چیه؟ I think really the answer is simple. فکر میکنم جواب ساده باشه. راه‌های امن برای افراد برای ورود به بریتانیا و تقاضای پناهندگی کردن در داخل بریتانیا وجود نداره و بنابراین وقتی چنین راه‌هایی نیستن مردم مجبور میشن که همون راه‌های خطرناک رو انتخاب کنن و از فرط استیصال میان و سعی میکنن که از طریق
کاله از کانال مانش عبور کنن و میبینیم که چی میشه. فهم کنید علت اینکه عده‌ای از پناهجویان اصرار دارن که خودشونو به بریتانیا برسونن و همونجا در فرانسه اعلام پناهجویی نمیکنن چیه؟ با توجه به چیزایی که ما از اونها میشنویم در تجربه کاری خودم، خیلی از اونها میخوان بیان اینجا برای اینکه یا انگلیسی صحبت میکنن یا اینکه خانواده ای دارن در کشور بریتانیا. باید دقت کنیم که به دلیل سابقه کشور بریتانیا، تاریخ کشور بریتانیا، انگلیسی خب زبان رایج هست در دنیا. خیلی از اینها در مدرسه انگلیسی یاد گرفتن و خب دانش انگلیسیشون قطعا بیش از هر زبان دیگری است، مخصوصا بیش از زبان فرانسه. اگر خب شما زبان رو بلد باشید، براتون آسان تره که در جامعه میزبان جذب بشید، شغلی پیدا کنید، در مدرسه موفق باشید و در جامعه جذب بشید. و طبیعتاً اگر دوست و فامیل هم داشته باشید اینجا، خب اونها قادر هستن که به شما کمک کنن که خونه ای پیدا کنین، که زندگیتون رو از نو احیا کنین. بنابراین میخوان در چنین جایی باشن که کسانی دور و بر اونها هستن که میتونن بهشون کمک کنن. فکر می‌کنید علت اینکه بریتانیا مسیرهای قانونی برای درخواست پناهجویی رو بسته چیه؟ آیا منظور شما انگیزه دولت بریتانیاست برای این چرا دولت بریتانیا راه قانونی رو باز نمی کنه که پناهجویان به این شکل جونشون رو مجبور نباشن به خطر بندازن؟ خب من میتونم فقط حدس بزنم، میتونم یک گمان زنی داشته باشم و بگم که این به دلایل سیاسیه. ما الان یک دولت محافظه‌کار بر سر کار داریم که رای دهندگان اونها معتقد هستند که به یک روایت ضد مهاجر و ضد پناهنده اعتقاد دارن و طبیعتاً دولت میخواد که کاری را بکنه که رای دهندگانش از او میخوان و بنابراین در نهایت مسئله یک مسئله سیاسی است. متشکرم. ویکتور سکویسپانیگو از مرکز پناهجویان کاونتری با ما. یک پناهجوی افغان در بوسنی و هرزگوین بعد از افتادن از روی پل به درون رودخانه یک ماه است که ناپدید شده. حالا برادر او که خودش در آلمان پناهجوست، بیش از یک هفته است به بوسنی رفته تا بلکه پیدایش کند، اما میگوید دولت بوسنی و هرزگوین هیچ کمکی نمی کند. پناهجویان ایرانی هم در همین شهر از رفتاری که با آنها می شود گله دارند. فرهام قبادی هفته هاست که ماجرای این پناهجوی مفقود شده را دنبال کرده و با پناهجویان ایرانی دیگر هم در این کشور صحبت کرده. من الان توی آب یه قایقواری گرفتم و پارو مثلا دنبالش میگردم. نصیر پناهجوی افغان در جستجوی برادرش در آبهای رودخانه اونا در بوسنی و هرزگوین. این تصویر عزیز محمدی است، پناهجوی 20 ساله که مفقود شده و گمان می‌رود که غرق شده باشد. شاهدان میگویند از بالای این پل افتاده حدود یک ماه پیش. این اون قسمتی که افتاده. نصیر برادر عزیز هم پناهجوست، اما در آلمان. وقتی خبر را شنیده خودش را به بوسنی رسانده، اما میگوید هیچ نهادی حاضر نیست به او کمک کند تا برادرش را پیدا کند. کمک نکردین، حداقل کمک کنین که این مردش رو پیدا کنین، که مثلا به خانواده‌اش تحویل بدین که خانواده‌اش تا آخر عاقبت منتظر بچه‌اش نباشه. شما چه جور انسانایی هستین؟ از رفتار دولت بوسنی گله دارد و اینکه صدایش به جایی نمی‌رسد مستعصلش کرده. ما مشکلمون چیه که ما توی دنیا یک کشور دیگه به دنیا اومدیم، اینا هیچ نوع همکاری ندارن. واقعا خسته شدم، به خدا نمی‌دونم چی کار کنم. هر جایی میرم جواب رد میدن، هیچ نوع همکاری ندارن. به خدا اصلا این تصویر ارتفاعی را نشان میدهد که عزیز محمدی 9 اکتبر از آن سقوط کرده. دلیل مشخص نیست. نصیر میگوید هتل و پمپ بنزین کنار پل پر از دوربین های مدار بسته است که میتواند نشان دهد چه بلایی سر برادرش عزیز آمده، اما پلیس حتی حاضر نشده دوربین ها را چک کند. وزارت امنیت و وزارت امور خارجه بوسنی و هرزگوین به درخواست بی بی سی برای مصاحبه پاسخ ندادند. نصیر بعد از اینکه از دولت بوسنی ناامید شد به سراغ صلیب سرخ رفت. اما این نهاد میگوید که امکانات و اجازه قانونی برای عملیات جستجو را ندارد و این وظیفه دولت است. صلیب سرخ در بیانیه‌ای که به بی بی سی فارسی ارسال کرد اینطور توضیح داد:
صلیب سرخ در بوسنی و هرزگوین با مقامات از جمله نهادهای پزشکی قانونی و سردخانه ها برای پیدا کردن افرادی که مفقود شدند همکاری میکند. صلیب سرخ نهاد امداد و نجات نیست، ولی از ارتباطاتش در بوسنی و هرزگوین و همه مسیرهای مهاجرتی برای پیدا کردن مفقود شده ها استفاده میکند. هر چقدر هم که زمان ببرد، ما برای پیدا کردن جواب فعالیت میکنیم. عزیز اینجا بیرون از اردوگاه پناهجویان زندگی میکرده، در شهر کازین نزدیک مرز کرواسی. پناهجویان میگویند با اینکه اردوگاه جای خالی دارد، اما خیلی ها را به داخل راه نمیدهد. بعد اینا مثلا مهاجر که اینجا میاد راهش نمیدن داخل. بعد داخل مثلا بچه‌هایی که داخل میان میگن ما جا زیاده، جا خالی زیاده. یک پناهجوی ایرانی که با زن و بچه‌اش در این اردوگاه زندگی میکند میگوید نه تنها دولت بوسنی که مردم هم با آنها بدرفتاری میکنند. تو فروشگاه مهاجره راه نمیدن، هیچ اتوبوس یا تاکسی حق سوار کردن مهاجره را نداره. یه بار این مسیر طولانی که با زنم و در واقع دخترم قدم داشتیم میومدیم، خب سوار نمی کنن، خیلی خسته شدیم. یه تاکسی کنار خیابون پارک بود، رفتم باهاش صحبت کردم که در واقع زن و بچه‌ام خستن، من پول بیشتری بهت میدم هر چقدر بخوای بهت میدم، مسیری که میخوایم بریم 5 کیلومتر بیشتر نیست. ما رو برسون. گفت نه، پلیس به شدت با اون برخورد میکنه، من نمیتونم در واقع کمکتون بکنم، باید پیاده بریم. این اولین باری نیست که پای ایرانیان و افغان‌ها به این کشور باز شده. 3 دهه پیش نیروی قدس سپاه به مسلمانان این کشور در جنگ کمک کرد. اولین سرمایه گذاری سپاه در یک کشور اروپایی. یه مدت با خود القاعده‌ای‌ها در بوسنی و هرزگوین. مهاجران ایرانی اما امروز مورد استقبال نیستند. این برچسب‌ها که روی در و دیوار نصب شده، پناهجویان را تهدید می‌کند که اینجا برایشان امن نیست و باید به کشورشان برگردند. دختر خردسال خانواده پناهجوی ایرانی عینکش را در مسیر از دست داده. ماهاست منتظر عینک هستند، اما خبری نیست. مادر دختر بچه نگران عاقبت این بدرفتاری ها با کودکان است. یعنی دقیقا الان 8 ماه ما داریم به اینا التماس میکنیم که عینک این بچه رو درست کنین. چشم این بچه، این بچه در حال رشده، چشم این بچه مشکل پیدا میکنه. اینا چجوری میخوان این جامعه ستیزی که دارن به بچه ها آموزش میدن تو این کمپ ها رو بعدن جمع و جورش کنن؟ اروپا خودش باید جوابگوی اینا باشه. اینا بچه هایی هستن که تو اروپا میخوان زندگی کنن، بعدن چجوری میخوان مشکلات و ناهنجاری هایی که برای اینا به وجود میاد و جمع کنن، چجوری میخوان درستش کنن؟ این کمپی که برادر من جلوی کمپ این زندگی میکرده، تو همچین چادری. عزیز نتوانست وارد اردوگاهی شود که این خانواده ایرانی در آن مستقر هستند. در یک اتوبوس اسقاطی نزدیک کمپ میخوابید یا در چادرش پشت در اردوگاه تا شبی که این اتفاق برایش افتاد. آقایی که مشاهده میکنید مثلا بهش پول دادم اومده، مثلا دارم دنبالش میگردم. نصیر که از همه جا ناامید شده با پول خودش قایق کرایه کرده و دنبال برادرش میگردد، اما برزخ بلا تکلیفی کلافه‌اش کرده. به خدا واقعا دیوونه شدم، به خدا نمیدونم چیکار کنم اصلا. پرهام قبادی.